در بین ورزشکاران دنیا کم نیستند بازیکنانی که دغدغه حمایت از حقوق بشر دارند و روحیه ظلم ستیزی در اونا زنده است. گزارشی ببینیم از فوق ستاره پرتغالی فوتبال دنیا که همواره یکی از پرچمداران حمایت از مردم مظلوم فلسطین. پیراهنی که به قاصبان نرسید. وقتی بازیکن رژیم صهیونیستی در پایان بازی به سمت کریس رونالدو رفت تا افتخار تعویض پیراهنش با فوق ستاره فوتبال جهان کسب کنه، هرگز تصور نمی کرد با دست رد مهاجم پرتغالی مواجه شد. تماشاگران اسرائیلی برای من منفورترین تماشاگران به حساب میان. نمیتونم اونا رو تحمل کنم. من پیراهنمو با قاتل عوض نمی کنم. در روزگار سانسور جنایت‌های اسرائیل از سوی امپریالیسم خبری دنیا، رونالدو حتی نذاشت تا کفش طلای 2011 فوتبال اروپا در موزه افتخاراتش خاک بخوره و اونو در یک حراجی 1.2 میلیون پوند فروخت تا برای کودکان بی بضاعت غزه مدرسه و مرکز خیریه بسازه. هرچند حمایت‌های عجوبه فوتبال دنیا از فلسطینی‌ها با خشم و غضب صاحبان زر و زور مواجه شد. رفتار رونالدو این پاسخوناست. اون مثل بانکنا پولشو برای موهاش هدر میده. اما رونالدو حتی دعوت رئیس رژیم صهیونیستی برای سفر به تل‌آویو رد کرد و در مقابل زمانی که در رئال توپ می‌زد، کودک 5 ساله فلسطینی که در آتش خشم شهرک نشینان پدر و مادر و برادرش را از دست داده بود، به اسپانیا دعوت کرد و هزینه زندگیشون رو بر عهده گرفت. اگه من فقط یه بار بگم رژیم اشغالگر قدس رو دوست دارم، فیفا منو به عنوان بهترین بازیکن سال معرفی میکنه، اما من طرفداری از کودک گرسنه و مظلوم فلسطین رو به دعوت رئیس رژیم اشغالگر قدس ترجیح میدم. رونالدو از جمله ورزشکارهاییه که منفور جنایتکاران صهیونیست و محبوب مظلومان فلسطینیه.